به احتمال زیاد همه ما در خانواده هامون دست کم یک نفر یا چند نفر رو داریم که سرخود دارو و مکمل های زیادی مصرف می کنند و بقیه رو هم به این کار تشویق می کنند. از ویتامین های مختلف و به نظر بی خطر گرفته تا آنتی بیوتیک های قوی که سرخود و گاهی برای حتی یک سرفه و بی دلیل مصرف می کنند. حالا یک انجمن خیریه بریتانیایی به نام Age UK در پژوهشی به ضررها و عوارض جانبی مصرف بی رویه این داروها پرداخته و نتیجه گرفته که استفاده همزمان چندین دارو خصوصا در افراد بالای 65 سال میتونه عوارض جانبی خطرناک داشته باشه. نتیجه این تحقیق نشون داده از هر 10 نفر بالای 65 سال در بریتانیا دست کم یک نفر روزی بیش از 8 قرص استفاده میکنه که البته پزشک براش تجویز کرده، اما این عدد نباید بیشتر از روزی 5 قرص باشه. پژوهشگران Age UK معتقدند که فرایند جذب دارو در بدن با بالا رفتن سن تغییر میکنه و احتمال بروز عوارض جانبی بیشتر میشه، از جمله سرگیجه که ممکنه به زمین خوردن منجر بشه، گیجی یا اختلال حواس، احساس بی‌حوصلگی، تهوع، از دست دادن وزن، بی‌اشتهایی و ضعف بدنی. کارولاین آبراهامز رئیس خیریه Age UK البته تاکید کرده که کسی نباید داروهاش رو سرخود قطع کنه، اما پیشنهاد کرده که با مشورت پزشک و ارزیابی فایده‌هاش در برابر ضررها قرص‌های اضافی رو حذف بکنند. متاسفانه در ایران آمار دقیقی از مصرف دارو منتشر نشده. در چند گزارش ایران به عنوان چهارمین کشور مصرف کننده دارو در جهان و اولین در خاورمیانه مطرح شده. البته تاکید میکنم که آمار دقیقی درباره این موضوع وجود نداره. همچنین وزارت بهداشت افغانستان هم اسفند پارسال اعلام کرد که 50% مردم برای تجویز بدون تجویز پزشک دارو مصرف میکنند که بیشتر آنتی بیوتیک هستند. اما برای بررسی بیشتر این موضوع دکتر ناصر احمدی متخصص قلب از گوتنبرگ سوئد به ما پیوستن. آقای دکتر، اشاره کلی کردیم به عوارض ناشی از استفاده همزمان تعداد زیادی دارو. چرا عوارضش در افراد بالای 65 سال بیشتره؟ عرض کنم خدمت شما دلیلش سن بالای فرد هست. وقتی که شما سن مریض به 60-65 میرسه، داروها عوارض جانبی بیشتری خواهند داشت به دلیل ضعف کلیه، ضعف کبد، که در حقیقت در همونجا این داروها باید دفع بشه از طریق بدن. و این برای همین خیلی مهمه که ما با توجه به این که سن افراد هم رو به رشد از طبق آماری که سازمان بهداشت جهانی داده، امروز از هر 9 نفر یک نفر بالای 60 سال سن داره. تا سال 2050 محاسبه شده که از هر 5 نفر یک نفر بالای 60 سال سن خواهد داشت. اینه که باید مصرف دارو برای این افراد کاملا کنترل بشه و مخصوصا داروهای مسکن، داروهای مثل آنتیبیوتیک، داروهای خواب‌آور، اینها باید مطلقاً کنترل بشه و کنترلشون باید خیلی شدید باشه به نظر من. یعنی ارگان‌های خاصی برای این در جامعه وجود داشته باشه که این رو کنترل بکنه، چه هم برای سلامتی افراد مضر و هم از نظر اقتصادی ضربه کلان اقتصادی هست برای جامعه. آقای دکتر، اساساً چقدر پژوهش انجام شده در رابطه با اینکه این داروها رو وقتی همزمان مصرف می‌کنین به تعداد زیاد چقدر ممکنه روی همدیگه تاثیر داشته باشه و چه عوارضی ممکنه داشته باشه؟ ما به این که داروها روی همدیگه تأثیر دارن، در این که خب ما به این میگیم سینرگی و سینرگی داروها، در این شکی نیست. گاهی وقتا ما احتیاج داریم به این که از نظر پزشکی، از نظر مداوا به این سینرگی، به این ترکیب دارو احتیاج داریم. گاهی وقتا مخصوصا در ایران که کنترل کافی به نظر من نیست و هر مریض ممکنه پیش دکتر متفاوتی بره. در سوئد برای مثال ما وقتی که مریض میاد پیش ما فوراً پشت کامپیوتر داریم که تعداد دقیق داروهایی که مریض مصرف میکنه چی هست و لازم نیست داروهای زیادی برش نوشته بشه اگه داره مریض. در ایران این کنترل به این شکل نیست و برای همین ممکنه مریض داروهایی برای یک عارضه از دکترهای متفاوت بگیره، یعنی برای یه عارضه چند تا دارو بگیره که احتیاجی برای این کار نیست و برای سلامتیش مضره. آقای دکتر، بسیاری از مردم بدون نسخه مکمل و مولتی ویتامین های مختلف استفاده می کنند. آیا این نگرانی شامل اون مکمل ها هم میشه؟
هم بله هم نه، بستگی به این داره که چه مکملی است. بعضی مکمل‌ها خب دفع میشه از بدن، خطر چندانی نداره و ولی خب ضرورتی نداره آدم اینها رو به اصطلاح استفاده بکنه. بعضی مکمل‌ها میتونه واقعا خطرناک باشه و نارسایی کبدی یا نارسایی کلیه ایجاد بکنه یا انواع اقسام حساسیت‌ها ایجاد بکنه. اینه که بدون تجویز پزشک به نظر من صحیح نیست آدم مکمل استفاده بکنه. متشکرم از شما دکتر ناصر احمدی، متخصص قلب، با ما. متشکرم.